انیس نقاش، تروریستی که نوبت اول ترور شاپور بختیار را عهده داشت و در تهران سکونت و تجارت میکرد و در افتخار حکومتی به تلویزیون میامد، در پی ابتلا به کرونا درگذشت. اما کرونا خبرهای اساسی تر دیگری را همراه دارد. در فرانسه جنوب این کشور رشد ویروس نگران کننده شده و گفته های وزیر بهداری و بهداشت و یا خبر رسانه ها همین ادعا را دنبال می کند. در یک دهکده کوچک در غرب ونیز در ایتالیا، اولین مبتلا به کرونا در این دهکده درگذشت و تمام ساکنان را به حیرت برد. شمار تلفات ویروس کرونا در امریکا به عدد 500 هزار قربانی نزدیک شد. در اروپا به دلیل ساخت واکسن کرونا توسط بریتانیا، واحد پول این کشور در برابر یورو در بهترین شرایط تاریخی خود قرار گرفته است. از طرف دیگر جانسون جانسون که میگویند در ارزش گذاری واکسن مطلوب ترین نام گرفته، داوطلب و خواهان اجازه فروش در اتحادیه اروپا است. باید گفت که در امریکا نیز آقای بایدن در پی وعده‌های انتخاباتی شخصاً پرونده کرونا را دنبال می‌کند. اگر باوری به این سایت خبری مارسی نیوز دارید، خبر نوشته این است که اسرائیل 1,000,000 یورو واکسن از روسیه خریده تا شاید به این ترتیب روسیه امکان آزادسازی چندین زندانی اسرائیلی را در سوریه فراهم کند. در روسیه به دلایل آشکار و از جمله سرما و برف، واکسن اسپوتینگ 7 در توزیع و تزریق به دشواری انجام می‌گیرد، اما اولویت‌ها و تقسیم واکسن به طور عادلانه دنبال می‌شود. در سایر خبرهای بین‌المللی، نزدیکی اتحادیه اروپا و از جمله سه دولت اروپایی با امریکا چهره سیاست را آشکارا به سمت تغییر می‌برد. نشریه چلنج صبح امروز خبر نوشته که با سفر آقای رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، و دیدارش با آقای علی اکبر صالحی، یک توافق موقت و مرحله‌ای به دست آمده است. Well, we've just landed and I can say that we got a good result. خارج از نوشته، این سفر و دلیل آن را اگر نمایشی ندانیم، همه تحلیل‌های 42 ساله جمهوری اسلامی را به اشتباه برده ایم. این گزارش تصویری و خوشامدگویی به زبان اسپانیایی به آقای گروسی را تلویزیون فرانس 24 پخش کرده است. آقای سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه، دیدار آقای گروسی را موفقیت آمیز نام گذاشته. گویی آقای گروسی شرایط تهران را پذیرفته است. باید بدانیم که تهران هرچه بگوید شمار بازرسی ها تغییر نکرده و فقط این توافق فعلا عمر 3 ماه خواهد داشت. به هر حال اگر آقای رافائل گروسی مذاکرات را دشوار تشخیص داده و رسانه های نوشتاری عکس ها و مطالبشان حرف دیگری دارد، آنها به اغراق گفتند تهران واشنگتن را پای دیوار گذاشت. و اما جنرال امریکایی آقای کنت مکنزی، فرستاده آقای بایدن به عمان، در مسقط به حکومت تهران هشدار داد از هر گونه تحریک و شعار بپذیرند. او گفت بسیاری از موضوعات در ماه‌های آینده روشن خواهد شد. او اضافه کرد حکومت تهران از عملیات منفی خود بایستی دست بردارد. او هشداری هم به نیروی پاسدار برای فعالیت در آب‌های خلیج فارس را متذکر شد. جنرال مکنزی با یک هلیکوپتر در آب‌های خلیج فارس سفر کوتاهی داشت و تا 45 کیلومتری جزیره خشم نزدیک شد. او با لبخند به خبرنگاران گفت هوا مه‌آلود بود و نتوانستم خوب جزیره را ببینم. و حالا در پایان یکی از مخالفان آقای محمود عباس، یعنی آقای محمد دهلان و شاید رقیب او در آینده دورتر، از طریق امارات
واکسن برای مردم فلسطین فرستاده است. او پیشتر به دلیل سوء استفاده مالی در الفت از فلسطین اخراج و اینک در امارات متحده عربی به سر می‌برد.